دوستان سلام، بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، درود بر شما. از برنامه ارتباط مستقیم ویژه فاجعه کرونا و راه حل‌ها با شما هستیم. فاجعه ای که همچنان در حال قربانی گرفتن از مردممون هست. در برنامه امروز علاوه بر گفتگو با میهمان برنامه و تماس‌های هموطنان، گزارش‌هایی رو هم خدمتتون تقدیم می‌کنیم. با ما همراه باشید. به رغم ولع رژیم آخوندی برای سفیدسازی و عادی جلوه دادن شرایط کرونا، تناقضات کارگزاران رژیم همچنان حاکی از یک پنهانکاری دامنه‌دار و دروغگویی آماری مستمر. از جمله دیروز حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم در تلویزیون حکومتی می گفت در استان سیستان و بلوچستان، خصوصا پهنه جنوبی و در استان هرمزگان و استان خوزستان، ما روند افزایشی داریم. در استان خوزستان از میزان متوسط کشوری هم بالاتر رفتیم. روند سعودی هست. متاسفانه در استان کرمانشاه و مازندران هم ما چنین وضعیتی رو داریم. از همین رو هستش که آمارهای مقاومت ایران، هرچند که تمام واقعیت رو بیان نمی‌کنه، اما به واقعیت بسیار نزدیکه. با هم آخرین آمار جانباختگان کرونا رو بر اساس اطلاعیه شورای ملی مقاومت ببینیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. این شعر حافظ رو اغلب ما بلدیم. بله، اونهایی که با عشق به آرمان آزادی مردم ایران در دیکتاتوری های شاه و شیخ بر چوبه های دار یا تیرک های تیرباران بوسه زدند، هرگز نمی میرند، بلکه در نسل های بعدی زنده و زنده تر میشند. از جمله بنیانگذاران شهید مجاهدین و محمد حنیف نژاد که علاوه بر تیرباران شدن توسط ساواک شاه، بارها و بارها توسط رژیم آخوندی هم باز مصلوب شد. اما هرگز این دیکتاتوری ها نتونستن جلوی رویش آرمانی این خونها در جوانان رو بگیرن. به همین دلیل در این روزها که سالگرد اعدام بنیانگذاران مجاهدین در زمان شاه رو داریم، فعالیت‌های تبلیغی برای اونها در شهرهای میهن ادامه داره. نمونه‌هایی رو ببینیم.
سلام میکنیم به خواهرمون پروانه از فرانسه. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام به شما و هر دیگر همکارانتون برامی و تشکر از سیمای آزادی که بی وقتی الو، ارتباط ما وصل است. ظاهرا تماس قطع شده، منتظر میشیم مجدد تماس بگیرن. دوستان، کرونا در ایران برخلاف بقیه کشورهای دنیا که دولت‌ها تلاش میکنن با حداکثر پرداخت به مردم و قرنطینه کردن جلوی گسترش این بیماری رو بگیرن، رژیم آخوندی تلاش میکنه که هرچه بیشتر مردم ایران رو به قتلگاه کرونا گسیل بکنه. از این رو واژان‌های بیدار جهان که در ارتباط با مقاومت ایران هستند با ارسال نامه‌هایی برای مجامع بین‌المللی خواهان مداخله فوری برای نجات مردم ایران هستند. از جمله در بلژیک 14 عضو پارلمان و شهردار این کشور در نامه‌ای به آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی فوری به شیوع کرونا در ایران و تبهکاری‌های رژیم در این مورد شدند. گزارش کوتاهی رو در این رابطه با هم ببینیم. نامه شخصیت‌های بلژیکی به گوترس: ما بسیار نگران نقض حقوق بشر در ایران در دوران اپیدمی کرونا هستیم. این عنوان نامه 14 تن از نمایندگان پارلمان بلژیک و شهرداران این کشور به آنتونیو گوترز است. در این نامه از جمله آمده است: اپیدمی کووید 19 به یک فاجعه انسانی در ایران تبدیل شده است. رژیم از ابتدای ورود این ویروس به مردم هشدار نداد و اقدامات لازم را انجام نداد. شورای ملی مقاومت ایران اسنادی را از اورژانس بیمارستان‌های ایران به دست آورد که نشان می‌دهد رژیم از پایان ژانویه از وجود موارد مثبت در رابطه‌اش با چین خبر داشته، اما هیچ کاری انجام نداده است، خصوصا در توقف پروازها به چین و از چین به ایران. ارقام رسمی واقعیت را منعکس نمی‌کنند. مدیر کل یک اکیپ سازمان بهداشت جهانی در بازگشت از ایران گفت که تعداد کشته شدگان و موارد مثبت حداقل 5 برابر بیشتر از چیزی است که مقامات اعلام کرده بودند. ما امضا کنندگان زیر درخواست می‌کنیم که 1. با توجه به بیماری همه‌گیر کووید 19 که در زندان‌های ایران شیوع پیدا کرده، جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگ بشری اقدامات فوری را برای آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی انجام می‌دهد. 2. ما از سازمان بهداشت جهانی می‌خواهیم که کادر پزشکی ایران را تحت نظر مستقیم خود قرار دهد و مرتباً از وضعیت پزشکی به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت گزارش دهد. امضا کنندگان: گرولی آلدا، سی دی اچ، گراند پیر، پی اس، روگان توماس، ان وی آ، گیسل مارک، جان پی اس، واندوور اوری، سی دی ان وی، دو پاتول سرج، دی اف ای آی، گوبل مارک، پی اس، دالمانی جورج، صوفی روحانی، کوگولاتی ساموئل، فریلش میشل، رشتکی ارس. شد با خواهرمون پروانه. مجدد سلام میکنیم خدمت شما، بفرمایید. سلام به شما بردن مثلا با پوزش که قطع شد و همینطور تشکر از سیمای مزادی که وقت سبان روز در پیش افشای جنایت های این رژیم در شرایط کرونایی. به واقع هر روز خبرهای از ایران میاد انقدر غم انگیز و تلخه که فکر میکنم که دنیایی میشه در مورد هر کدومش حرف زد. و واقعا اگر که از همه نویسنده و هنرمندای دنیا بخوام دعوت کنیم یک روزشون اختصاص بدن برای ایران که از روی اون سوژه یک اثر واقعا بی‌نظیری میشه خلق کرد، که از جمله اگر که ویکتور هوگو بود فکر میکنم بهترین اثر رو و بالاترین اثر از بینوایان رو خلق میکرد.
با هر کسی که از ایران من حرف زدم همه از گرونی، از عدم امنیت. به نظر میسته که وسیله ارتباطشون مشکل داره.